اگر روحانی نمیخواهد بداند مردم میدانند چه میخواهند حسن روحانی در همایش افق رسانه که روز شنبه هشتم تیر در محل همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد سخنرانی کرد روحانی در بخشی از سخنرانی خود که خبرگزاری حکومتی فارس آن را چنین خلاصه کرده است میگوید اعتدال بدون واگذاری امور به صاحبان صلاحیت دارش امکان پذیر نیست اعتدال در اقتصاد آنجا که گروهی میخواهند دولت فر شود و تصدی دولت بیشتر شود امکان پذیر نیست اعتدال در اقتصاد در آنجایی که افرادی هستند که میخواهند دولت هیچ نظارتی نداشته باشد امکان پذیر نیست دولت آینده به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است آنچه روحانی در عرصه اقتصادی مد نظر دارد تعدیل نیروی انسانی کوچک کردن دولت و محدودتر کردن دخالت آن در امور اقتصادی است به گفته دیگر روحانی میخواهد الگوی اقتصاد بازار آزاد و امر خصوصی سازی را به سبک و شیوه دوران ریاست جمهوری رفسنجانی پیش ببرد از نگاه روحانی مخالفت با فربه شدن دولت یعنی از تعهدات اجتماعی دولت باز هم کاسته شود. روحانی از برنامه های اقتصادی خود هنوز به روشنی سخن نگفته است. اما کارگران و مردم ایران عوارز فاجعه بار و تعم تلخ الگوی اقتصاد بازار و خصوصی سازی ها در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و سپس خاتمی را چشیده اند. دولت رفسنجانی مطابق الگوی نئولیبرالی اقتصاد بازار آزاد در اولین قدم حق برخورداری مردم از سوبسیدها در عرصه آموزش، بهداشت، بیمه های اجتماعی، سوخت، آرد، دارو و نظایر آنها را مورد تعرض قرار داد، قیمتها را آزاد کرد و پول را شناور نمود. در این دوران از طریق بیکارسازی های گسترده دستمزدها را به شدت کاهش دادند و ابتدایی ترین حقوق کارگران را زیر پا نهادند از نظر مشاوران رفسنجانی که حسن روحانی هم از زمره آنان بود همه این اقدامات می بایست انجام می گرفت تا سرمایه و تکنولوژی خارجی به کشور سرازیر شود بخش خصوصی فعال گردد و از طریق ایجاد شغل و تشدید رقابت همه اقشار جامعه به نان و نوایی برسند دولت رفسنجانی با اتخاذ این سیاست ها کارخانه ها معادن و مراکز کاری را در اختیار بخش خصوصی قرار داد تعداد زیادی از کسانی که مراکز معدنی، صنعتی و خدماتی را خریدند ابتدا دستمست های کارگران را پرداخت نکردند و سپس آنان را اخراج و یا به کمک یارانه دولتی آنان را بازخرید کردند در نتیجه این سیاست ها فاصله طبقاتی عمیقتر شد و کارگران و اقشار توی دست جامعه به روز سیا نشانده شدند روحانی در مورد آزادی ها که قاعدتا باید شامل آزادی های سیاسی و آزادی بیان و عقیده و آزادی زندانیان سیاسی باشد به شیوه آخوندی و عوام فریبانه حرف های گنگی سرهمبندی کرده است او بدون آنکه به ابتدایی ترین آزادی های فردی و حقوق اجتماعی اشاره نماید و یا از آزادی پوشش نامی ببرد نیروهای انتظامی و معموران نهی از منکر و امر به معروف را نصیحت کرده تا دختران و پسران را فرزندان خود بدانند و اگر خطایی کردند به آنان تذکر بدهند او در این مورد گفته است شادی و نشاط حق مردم است خیلی سختگیری نکنیم مردم ما خودشان اخلاق مدارند مردم ما میدانند چارچوب اخلاقی اسلامی و سیاسی را چگونه مراعات کنند حالا اگر کسی آمده حواسش جمع نبوده تذکر دوستانه کافی است اگر حسن روحانی چنین فریبانه و مبهم و ناروشن در مورد آزادی های فردی و سیاسی و حقوق اجتماعی انسانها سخن بمیان می آورد و توصیههای های اخلاقی به نیروهای انتظامی را زامن رعایت این حقوق و آزادی ها می داند اما مردم ایران میدانند چه می, می و چه نیمی کارگران و مردم آزادی نمیخواهند هیچ نشانه ای از تبعیض جنسی در جامعه وجود داشته باشد و انسانها بر حسب جنسیتشان تفکیک و درجه بندی شوند. مردم خواهان لغو هجاب و هر گونه پوشش اجباری هستند. این مردم نمیخواهند هیچ انسانی به جرم ابراز عقیده، باور مذهبی، عشق ورزیدن و یا هر دلیل دیگری به داراویخته شود. این مردم دیگر نمیخواهند دین و مذهب و آین نرم زندگیشان را رقم بزند ماهومات و خرافه های مذهبی بر از حان فرزندانشان سنگینی کند و قوانین و احکام قضایی از دین و شریعت برگرفته شوند کارگران و مردم ستمدیده ایران نمیخواهند در کشوری با این همه ثروت زیر خط فقر زندگی کنند و از فقر و بیکاری زندگیشان به تباهی کشیده شود نمیخواهند کودکانشان در خیابانها و سر چار ها شیشه را پاک کنند و بسات واکس زنی پهن کنند. نمیخواهند زنان و یا دختران کم سن سالشان در خیابانها ول بگردند، غرورشان را زیر پا بگذارند و تنشان را برای امرار معاش به هر راج بگذارند. نمیخواهند جوانانشان کنج خرابه ها و کنار خیابان خمار و مچاله شده خفت ببینند. نمیخواهند فعالین کارگری و جوانانی که برای آزادی و برابری و علیه دیکتاتوری و خفقان فریاد زده اند به کنج زندان ها برده شوند. این مردم خواهان جدایی دین از دولت از سیستم قضایی و از سیستم آموزشی کارگران و مردم زحمتکش ایران آزادی میخواهند، نان میخواهند، کار میخواهند، بهداشت و درمان و خدمات پزشکی رایگان میخواهند، بیمه بیکاری میخواهند رفاه و آسایش میخواهند شادی و سرور میخواهند جهادگیری های اقتصادی حسن روحانی و سخنان وی در مورد شل کردن بندهای استبداد با خواست و مطالبات کارگران ایران از پایه و اساس متفاوت است روحانی حتی نماینده منافع آن بخش از مردمی که با هدف عقب نشاندن جناه سپاه پاسداران و خامنهی به او رأی دادن نیست او در بهترین حالت نماینده توهمات آنان است. دولت روحانی با الگوبرداری از برنامه های اقتصادی دوره رفسنجانی وزیر فشار سپاه پاسداران که منابع و عرم های اصلی قدرت را در دست دارد، نمیتواند به بحران اقتصادی و بحران هایی که رژیم جمهوری اسلامی را در چنگال خود می فشارد به فقر و فلاکت توده ای پایان دهد. تجربه مبارزات بیوقفه کارگران و مردم آزادی خواهی ایران در بیش از سدهی گذشته علیه رژیم سرمایداری جمهوری اسلامی نشان داده است که دستیابی به آزادی و رفاه اجتماعی و فراهم کردن ملزومات سرنگونی این رژیم فقط می تواند نتیجه مبارزات سازمانیافته آنان باشد.